به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک که شما هممیهنان عزیزم که در هر کجای این گیتی پهناور زندگی میکنید و بیننده این برنامه هستید. همونطوری که در جریان هستید، در بخشای قبلی به شرایط و معرفی برخی از اعضای گروه اندیشکده کوروش و این گروه ایرانگرایانی که راه انداختن رسیدیم و بررسی کردیم و به شما بیشتر معرفشون کردیم، از اندیشه هاشون، از نگاه هاشون، از کجا اومدن، کی بودن، چی تو سرشون میگذره و اینکه چرا در این گروه هستن و در این برنامه یا احتمالا در برنامه بعدی که آخرین بخشش باشه بهش خواهم پرداخت. اما بریم سراغ نفر بعدی از گروه ایرانگرایان، آقای بهزاد مهرانی. ببینیم این شخص کیه، اندیشه هاش چی بوده، چه کسانی رو پروموت میکنه، پیرو چه افکاری هست و از کجا اومده. بعد نیست یک نگاهی بکنیم، بعد در حین پرداختن به نظراتش، افکارش در توییتر، در جاهای دیگه، فعالیت هایی که کرده، مطالب خودمو به اونها اضافه خواهم کرد. ایشون آقای بهزاد مهرانی هست، در حالی که عکس سعید حجاریان، یکی از مؤسسین وزارت اطلاعات در دستشه در زمانی که در ایران و در دانشگاه بوده. امیدوارم که آقای مهرانی در رابطه با این عکسش و اینکه چرا از سعید حجاریان حمایت میکرده و از پیروان سعید حجاریان بوده بتونه توضیح بده و بگه امروز در این گروه ایرانگرایان به دنبال چه چیزی هست، هرچند که ماها میدونیم، اما امیدواریم که انقدر شهامت داشته باشه که خودش بیاد بیان بکنه. بریم سراغ مسئله بعدیش. بهزاد مهرانی متولد تهران 1353، روزنامه نگار، فعال سیاسی و عضو دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران، نویسنده مقالات بسیار در سایت هایی چون روزانلاین، ادوار، تحکیم وحدت، بامداد خبر و غیره، فعالیت در روزنامه اقتصادی آسیا و ماهنامه فردوسی، عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر در سال 1385 تا 86، عنوان دبیر اول مجموعه فعالان حقوق بشر در سال 87-88، همکاری با دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران در سال 87، عضویت در هیئت مؤسسین، ائتلاف هیئت مؤسسین ائتلاف همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران به همراه مهندس حشمت الله تبرزدی، محمد ملکی، عیسی خان حاتمی و دیگران. تا همین جاش با همین دوتا سند اصلا ایشون باید فید چه، باید بره تو افق محو بشه دیگه، پیدا نشه. یکی این که از سعید حجاریان حمایت میکرده و طرفدار از پیروان سعید حجاریان بودی، یکی اینم که این همه کار کرده در جمهوری اسلامی، اونم با چه کسانی؟ با حشمت تبرزدی، محمد ملکی، عیسی خان حاتمی. بعد الان ایشون در گروه ایرانگرایان، من نمیدونم چه کسی این گروه رو راه انداخته، البته نه اینکه ندونم، ولی امیدوارم که خودشون خجالت بکشن واقعا از جمع کردن این همه ایران ستیز دور هم و قالب کردن اینها به مردم ایران به عنوان ایرانگرا. بازداشت در اسفند ماه سال 88 به همراه تعدادی از فعالین سیاسی و سپری کردن بیش از 45 روز در سلول انفرادی زندان رجای شهر کرج، محکومیت به یک سال حبس تعزیری در شعبه یک دادگاه انقلاب کرج. جالبه، همه شون پرونده هاشون مدل همه. خب آقای بهزاد مهرانی مطلب خودش نوشته، نه کس دیگه ای. نوشته که برخی دوستان نزدیک در جریان آشنایی و ارتباط کوتاه مدت من با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا هستند. ماجرا به سال 2014 برمیگردد، زمانی که خانم آل آقا از کانادا به واشنگتن سفر کردند و ما حدود 4 هفته با هم در مرحله آشنایی بودیم. بعد از بازگشت خانم آل آقا، اینو بذارید من تا همینجا توضیح بدم. ببینید، پس داستان این بوده که آقای بهزاد مهرانی میشه میزبان مرجان آل آقا، حدودا 4 هفته از کانادا
این خانم میره واشنگتن برای اینکه بیشتر با هم آشنا بشن و تو مرحله آشنایی هم بودن، یعنی قبلش با هم در ارتباط بودن. همین جوری که از آسمون مرجان آل آقا از کانادا پرت نشده بره واشنگتن پیش بهزاد مهرانی، که باید تلفنی گفتگو داشته باشن، از قبل همدیگر رو بشناسن، بعد به یک سری همسویه هایی رسیده باشن تا به این نتیجه برسن که ببینن حالا حضوری میتونن برن با هم صحبت کنن، بیشتر آشنا بشن و حالا برای دوست دختر، دوست پسری، برای ازدواج، برای هر چیزی. پس این آقا از قبل با مرجان آل آقا، اون اختلاسگر معروف، در ارتباط بوده. بعد از بازگشت خانم آل آقا به کانادا و به پیشنهاد خود او، آپارتمانی را در ایالت ویرجینیا اجاره کردم که البته ایشان حتی برای دقیقه هم در این خانه حضور نیافت و من که قادر به تأمین اجاره ماهی 2800 دلاری این آپارتمان نبودم، دو نفر از دوستانم را همخانه کردم تا بتوانم مبلغ اجاره را بپردازم. خب یعنی اینکه خانم مرجان آل آقا یک ماه پیش بهزاد مهرانی بوده، با هم به توافقاتشون رسیده بودن که با هم دیگه زندگی کنن. بعد مرجان آل آقا از کانادا که باش تماس میگیره، پیشنهاد میکنه که یه آپارتمان بگیره که دوتایی با هم زندگی کنن. این آپارتمان رو میگیره در ویرجینیا، اما مرجان آل آقا نمیاد و این مجبور میشه که دو نفر دیگر رو برداره ببره اونجا همخونه بشن با هم دیگه. رابطه 28 روزه من با خانم آل آقا به جایی نرسیده 28 روز با هم دیگه بودن که یکی از مهمترین دلایلش اختلاف نظر عمیق سیاسی ما بود. او از همان ابتدا منتقد عقاید سیاسی من بود و از من میخواست که در فضای مجازی مطالب سیاسی ننویسم. من دیگر هیچگاه خانم شیخ الاسلامی را ندیدم. آره خب معلومه ندیدی، ولی تلفنی در ارتباطی، نیازی هم نیست که ببینی. تو همون 28 روز آموزش های لازم و تأمین منابع مالی رو به تضمینش رو داده. اما مرجان آل آقا رو از کجا میشناختی؟ چرا با تو ارتباط گرفته؟ اگر اختلاف سیاسی داشتید قبل از این که مرجان آل آقا بیاد، یعنی تو رو نمیشناخت؟ یعنی نمیدونست که تو ایران تو سال 88 رفتی زندان، حکم یک سال حبس گرفتی، 45 روزم در سلول انفرادی بودی؟ شما از سعید عجاریان حمایت میکردی؟ در تیمی که حضور داشتی در کنار عشمت تبرزدی، محمد ملکی و بقیه، مثلا داشتی با جمهوری اسلامی در مسیر اصلاح طلبی مثلا مبارزه میکردی و در آمریکا هم که با خانم مرجان آل آقا. این پرونده سراسر روشن شما واقعا حسرت برانگیزه. خب دوستان، آقای بهزاد مهرانی از مسیح علی نجات توییت زده: سپاسگزارم از پیام و حمایت شما در روزهایی که جمهوری اسلامی یا اتحاد و همدلی مردم را نشانه می گیرد و یا در صدد حذف فیزیکیشان برمی آید، واجه های همدلی، حمایت و پشتیبانی ما از هم دیگر گرمی بخش است. امید همه در کنار هم و همدل انقلاب زن، زندگی، آزادی را به مقصد برسانیم. یعنی دیگه آدم حسابی تر نبود آقای مهرانی که بری از این ریتوییت بزنی؟ ببینیم حالا بعدی کیه. وای، بسیجی دهنگشاد مسیح علی نجات، سام رجبی: تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران، برقراری یک حکومت سکولار دموکرات و همچنین برگزاری یک انتخابات آزاد بعد از مرحله گذار اصولی و منطقی است و مسائلی نیست که نیاز به فکر کردن زیاد داشته باشه. اصلا در رابطه با چیزی حرف بزنی مردک که تو خودت داشته باشی؟ مگه تو مغز داری که خواسته باشی فکر کنی؟ حالا بهزاد مهرانی هم اومده از تو ریتوییت زده، خب خودشو داره نشون میده. از مجید توکلی هم که ریتوییت زده. حالا ببینید چه ترفندی به کار برده:
حمله به شاهزاده رضا پهلوی هزینه بر است و مورد طعن عموم مردم قرار میگیرد. میگه اگر خواسته باشند کسی به شاهزاده رضا پهلوی توهین کنه یا حمله بکنه، مردم باش برخورد میکنن. اطرافیان و مشاورانش را بزنید تا او را هدف گرفته باشید. اطرافیانش مثلا منظورت کیه اون وقت؟ یعنی تو خودتو الان از اطرافیان پادشاه ما میبینی؟ با این نگاه ها از طرفداران سعید حجاریان، حشمت تبرزدی، محمد ملکی، مسیح علی نژاد، بعد الان از اطرافیانش میدونی؟ مشاورش هم هستی؟ یا نه داری از کس دیگه حمایت میکنی؟ اگر بتوانید یاران و اطرافیان او را بکوبید، کم هزینه تر است و موجب تضعیف خود شاهزاده می شود و شاید مردم هم دیگر دوستش نداشته باشد. ماجرا این است. یعنی آشغالتر از این تفکر آقای بهزاد مهرانی نمیتونستی منتشر بکنی، کثیف‌تر از این نوع تفکر نمیتونستی منتشر بکنی. ببینید دوستان، داره میگه و شاید مردم هم دیگر دوستش نداشته باشن، یعنی مردم شاهزاده رو به واسطه یاران و اطرافیانش دوست دارن. دقت کنید، اگر بتوانید یاران و اطرافیان او را بکوبید، کم هزینه تر است و موجب تضعیف خود شاهزاده می شود و شاید مردم هم دیگر دوستش نداشتند. یعنی شما یاران پادشاه رو که منظورش احتمالاً همپالگی های لیبرالی خودش هستند، مثل امیر حسین اعتمادی و دیگرانشون، که اگر بیایید انتقاد بکنید یعنی کوبیدن. یعنی از همین الان جمهوری اسلامی لام تا کام کسی حرف نزنه، خفه خون بگیرید، کسی انتقاد بکنه باید اعدام بشه. این یک. دو، اگر اینها رو بکوبید مثل سعید قاسمی نژاد، مثل امیر حسین اعتمادی، مثل خود این افراد و این اراذل اوباش بکوبید، شاهزاده ضعیف میشه. یعنی شما دارید قدرت شاهزاده رو تعمیم میکنید یا نه قدرت پادشاه برگرفته شده از قدرت ملت ایرانه. این ملت ایرانی که داره به پادشاه قدرت میده. شماها اصلا کی هستید؟ کجا بودید؟ و شاید مردم هم دیگر دوستش نداشتند. ماجرا این است. این رویا رو شما و تمام همپالگیاتون با هم به گور خواهید برد که خواسته باشید با هر ترفندی، با هر گندکاری پادشاه ایران رو از چشم مردم ایران بندازید. مردم ایران خیلی خوب میدونن شماها برای چی، با چه ابزاری، با پول کی، از کجا اومدید وسط، و هیچ وقت توی یک همچین تله های گیر نخواهند کرد. اصلا ایشون از اون مسیح مالای حرفه‌ای نوشته آلترناتیو، یعنی مسیح علی نژاد و کمپین چهارشنبه های سفید و چهارشنبه های بدون اجبار. در روزهای چهارشنبه زنان و مردان با نشانه‌ای به رنگ سفید به حجاب اجباری اعتراض میکنند. آلترناتیو یعنی نافرمانی مدنی. آلترناتیو یعنی مسیح علی نژاد به تنهایی خودش به اندازه چند نهاد بزرگ است. مسیح علی نژاد یعنی بیان مطالبات و پافشاری بر آن علارغم همه توهین ها و تحقیرهایی که دیده و شنیده است. من در بسیاری موارد با مسیح اختلاف نظر سیاسی دارم، اما رفتار مسیح آلترناتیو است. عجب آقای مهرانی، این هجویات واقعا بهش اعتقاد داری یا داری شوخی میکنی یا مثلا فکر کردی استنداپ کمدی داری اجرا میکنی؟ کلاس درس است برای هر کس که میخواهد علیه اجبار و ستم کار کند. خب آقای مهرانی برو سر کلاس بشین، به مردم ربطی نداره که تو میخوای چی کار بکنی، اما حق نداری بیایی به اسم ایرانگرایی خودتو به عنوان نماینده مردم ایران غالب بکنی، چون الان گروه ایرانگرا داره مدعی میشه که نماینده ملت ایران و مشروط خواهان و نمیدونم همه ملت ایرانه. مسیح علی نژاد یعنی توانستن، یعنی که میشود، یعنی باید امید داشت و نه توهم. خب
بهزاد مهرانی نوشته که تصمیم کبرا مسیح علی نژاد به تنهایی یک خبرگزاری است. این گفتگوی شنیدنی است از مسیح با زنی که در افغانستان به دلیل آزارهای جنسی خیابانی زره و لباس فلزی برتن کرد تا جامعه ای که از انحطاط اخلاقی و فرهنگ مردسالار در رنج است را به سخره بگیرد. ما نیز در ایران نیازمند چنین حرکات سمبولیک و ارزشمندی در مبارزه با آزار جنسی زنان هستیم. آقای بهزاد مهرانی، جدا از این که حالا داری هی مسیر رو میمالی، مسیح علی نژاد رو داری براش ماله کشی میکنی، شما دارید در ایرانی رو یاد میکنید که خود طرفدار یکی از تئوریسین های اون یعنی سعید حجاریانی، خودت هنوز اصلاح طلبی و دنبال اصلاحاتی و این که میگید باید جمهوری اسلامی سرنگون بشود به دنبال اصلاحات در قانون اساسی جمهوری اسلامی هستید تا جمهوری دیگه ای رو بیارید قالب کنید. شما برانداز نیستید اصلا، ما جمهوری خواه برانداز نداریم. مگه میشه جمهوری خواه برانداز باشه؟ جمهوری خواهی که میگه جمهوری اسلامی خوب نیست به هر دلیلی، چه یک دلیل چه 2 میلیارد دلیل، ولی در قبالش یک نوع جمهوری دیگه میخواد، این که برانداز محسوب نمیشه، همون اصلاح طلب دیگه. میگه قانون اساسی جمهوری باید اصلاح بشود، بشود جمهوری مثلا فدرالی، جمهوری دموکراتیک، جمهوری ایرانی. این میشه اصلاح طلب. اون اصلاح طلبی هم که تو ایران نشسته همینو داره میگه دیگه. بعد تو الان داری شرایط ایرانی که خودت از باعث و بانیاش حمایت کردی و از پیروانشون بودی رو داری میگی یه همچین کاری هم باید تو ایران بشه. خب این از آقای بهزاد مهرانی، از حامیان و طرفداران پروپاگورس مسیح علی نژاد و دوست پسر مرجان شیخ الاسلامی آل آقا و اینکه طرفدار سعید حجاریان، از همرزمان و مؤسسانی در کنار حشمت الله طبرزدی و محمد ملکی، از ایران ستیزان راسخ و کسانی که در زمان شاهنشاه آریامهر هم شمشیر رو برای ایران کشیده بودند، مثل حشمت طبرزدی که به قول خودش اولین نفری بوده که به خمینی گجستک هندیزاده میگه امام. و شاید خیلیاتون ندونید حشمت طبرزدی هم مثل محسن سازگارا، مثل کیومرس ابو یا همون ابو شریف، عضو اصلی مؤسسان سپاه تروریستی بوده و امروز میبینید که داره چه نقشی رو ایفا میکنه. بنابراین آقای بهزاد مهرانی، شما و سایر دوستانتون در این گروه ایرانگرا خیلی پروندهتون سیاتر از این حرف هاست که بتونید مردم رو براشون نسخه بپیچید. بریم سراغ آقای سوفیامهر. آقای سوفیامهر خب ظاهرن فکر میکنم دکتر باشن، در رابطه با روابط بین الملل صحبت میکنن و قطعا شما میدونید دوستان رسانه هایی مثل رژیم اینترنشنال، مثل بی بی سی، مثل منوتو و صدای آمریکا، این رسانه ها اصولا با دعوت کردن میهن پرستان مشکل دارن. اصولا افرادی مثل صادق زیبا کلام برای مناظره با افراد میهن پرستی که به هیچ کی باج نمیدن خیلی مشکل دارن. باج ندادن یعنی چی؟ باج ندادن یعنی این که وقتی کسی داره گفتگو میکنه، حالا یا داره باش مصاحبه میشه یا در یک رسانه ای دارن مناظره میکنن، واقعیت رو بدون سانسور بیان میکنه و از هیچی هم باک و هراس نداره. چطور امکان داره؟ در سال 96، در سال 98، 1400 و همین قیام 1401، روزهای نخستینش، جوانان ایرانی در کف خیابون در تمام شهرها شعارهای میهن پرستانه سر دادن و جوابش شد سر به داغ، یعنی از رضا شاه روحت شاد بگیرید، ای شاه ایران برگرد به ایران، شاهزاده کجایی به داد ما بیایی، و و و ما شاه میخواییم، نمولا لعنت به تو روح الله. تمام اینها رو در طول این سالها دیدیم. اما چطور امکان داره یک فردی که دم از
میهن پرستی میزنه و ادعا میکنه پادشاهی خواه است، در یک گفتگو ساده همین شعارهای مردمی رو که جوانهای ما بابتش خون دادن، تیر خوردن، کشته شدن، جونشون از دست دادن و خانوادهشون رو داغدار کردن به خاطر همین شعارها، به خاطر همین مسائل، چطور امکان داره؟ رسانه های خارج از کشور سانسور میکنن، مثل رژیم اینترنشنال، مناطو، صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا و و و و, و. کیهان لندن، شبکه های فکستانی لس آنجلسی و کسانی که خودشون رو میهن پرست میدونن مثل آقای صوفیا مهرم، اینا رو سانسور میکنن. یک بخش کوتاهی از صحبت های امین صوفیا مهر در مناظره با صادق زیبا کلام که خیلی جالب، قبول کرده صادق زیبا کلام مثلا با یه میهن پرست اگر اسمشو بذاریم مناظره بکنه، ببینیم نظر آقای امین صوفیا مهر در رابطه با شعارها چیه، چه شعارهایی رو ایشون شنیده و ظاهرا ایشون هم در اون لحظه ای که جوانا این شعارهای میان پرستاران میدادن خواب بودن. بریم یه نگاه کنیم و برگردیم. و اون چیزی که الان در جامعه جریان داره ضد انقلاب 50، شما در شعارها هم میبینید. من این شعارها رو میگم، امیدوارم برای آقای زیبا کلام که در ایران مشکلی پیش نیاد، من اون رو گردن میگیرم و گناهش گردن من، این که لعنت بر خمینی و مرگ بر خامنه ای، یا این که اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا، یا این که فتنه 57 عامل بلاکت ملت، یا هم چیزا، دقیقا اون واژه‌ای رو که اینا همه نشون میده که جامعه به این نتیجه رسیده تا وقتی که اون کجراهه 57 رو تصحیح نکنه و از اون باز نگرده، کشور روی ریل درستی نمیفته. مردم به این نتیجه رسیدن که نظام پهلوی با تمام مشکلاتش کشور رو روی ریل درست گذاشته بود. یکی این که شعارها معلوم نیست چی شدن، یا همون شعارهایی بودن که همین رسانه ها پخش کردن، سانسور شد شعارهای میهن پرستانه. بعد حکومت پهلوی با تمام مشکلاتش رو ریل درست داشت میرفت، یعنی چی آقای صوفیا مهر؟ اگر داشت رو ریل درست میرفت مشکلاتش پس چیه؟ منظور در مشکلات چیه؟ اگر رو ریل درست میرفته که مشکلاتی وجود نداشته پس در جامعه، اگر هر کسی هر چیزی گفته، احزاب و گروه های ایران ستیز هر چیزی گفتن که شما نمیتونی استناد بکنید، و اینکه مردم الان میخوان برگردن به خاندان ایران ساز پهلوی، و شما اگر واقعا اعتقاد داری به این قضیه، چرا شعارهای مردم رو سانسور کردی؟ مردمی که اومدن کف خیابون، جوانایی که اومدن کف خیابون فقط همین شعارهایی که شما گفتی رو سر دادن، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، همینا. دوستان، امروز کسی نیستش که واقعا میهن پرست باشه و خیانت محمد مصدق و بهش اشراف نداشته باشه، که محمد مصدق چه خائنی بوده، چه جنایاتی رو در حق ایران و ایرانی کرده، چه خیانتهایی رو انجام داده و ایران رو به کجا داشته میکشونده. در قبال هیچ ایران ستیزی آدم نمیتونه واقعا اگر میهن پرست باشه بگه بر اساس ادب رسانه‌ای، بر اساس ادب خانوادگی، بر اساس جایگاه تحصیلی، اصلا امکان نداره. یعنی شما فرض کنید آقای صوفیا مهر خواسته باشه یک مقوله‌ای رو در رابطه با روح الله خمینی صحبت کنه، بعد بیاد مثلا بگه که روح الله خمینی زنده یاد، روح الله خمینی مثلا فلان، شما چی فکر میکنید؟ شما چه نظری در رابطه با این گفته بود؟ از این بر و یک با از اون بره، این داستان موازنه فرق میکنه با چیزی که آقای صوفیا مهر گفتن. آقای صوفیا مهر، من زنده یاد مصدق به نظرم درک از روابط خارجی نداشت. ایشون دفاع میکرد از موازنه منفی، همون شعار نه شرق نه غربی رو. خب حالا وارد بحث تاریخی نشیم. خب زنده یاد مصدق درک درستی از روابط خارجی نداشت. آقای صوفیا مهر،
از نظر شما مثلا زنده یاد مصدق در کدام بخش نظر یا فکر درستی داشت که در اون زمان برای ایران اجرا کرد؟ اینو میتونید بگید؟ کدام یک از کارهای محمد مصدق در اون زمان به نفع ایران شد؟ اگر قضیه ملی کردن صنعت نفته که اون اصلا ربطی به محمد مصدق نداشته. به غیر از این چیزی که اعضای جبهه ملی کماکان دارن تو بوق و کرنا میکنن که هیچ ربطی به محمد مصدق نداره، شمایی که میگید از روابط خارجی درک درستی نداشت، لطفاً یکی از مواردی که محمد مصدق درک درستی داشت رو اعلام بکنید. اما بریم سراغ مسئله بعدی در رابطه با آقای صوفیا مهر. آقای صوفیا مهر هم یه مشکل دیگه که مثل بقیه اعضای ایرانگرا گروه ایرانگرا داره اینه که توییترشون از یک جایی به قبل بسته است. یعنی شما نمیتونید توییت هایی که زدن یا ری توییت کردن رو ببینید یا بخونید تا با اندیشه هاشون بیشتر آشنا بشید. اما بریم ببینیم که ما چه چیزایی رو اینجا میتونیم منتشر کنیم و در رابطه با این صحبت کنیم. همونطوری که در رابطه با رسانه ها صحبت کردم، اصولا اگر کسی از قبل حمایت نشه و ساپورتش نکنن، در رسانه هایی مانند رژیم اینترنشنال، صدای آمریکا، بی بی سی و کیهان لندن، اینجا اصلا کسی باش کاری نداره، چه به عنوان تحلیلگر چه به عنوان هر چیزی برای مناظره. خب دوتاشو که قبلش دیدید، و این یکی هم که بیژن فرهودی، دیگه کسی نیستش که این فرد رو نشناسه. نوشته این هفته در برنامه مستقل و بدون خط قرمز پرسش و پاسخ از لندن میزبان امین صوفیا مهر خواهیم بود و به بررسی مهمترین تحولات خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. خیلی هم کار خوبی کردید. بریم حالا بعدی. ایندیپندنت فارسی: جمهوری اسلامی دیگر در جایگاهی نیست که مردم از او مطالبه‌ای داشته باشند. گفتگوی ایندیپندنت فارسی با امین صوفیا مهر، پژوهشگر مسائل بین‌المللی. ببینید فقط کجاها ایشون مصاحبه دارند. از آقای حجت کلاشی ریتوییت زدن، یعنی کود کردم. آقای امین صوفیا مهر، خود حجت کلاشی اعتقادی به این که خواسته باشه برای سامانه پادشاهی کاری بکنه نداره. میگه مشروطه و این بار باید از دل مشروطه جمهوری بزنه بیرون تو مصاحبهاش. بعد شما جدا از این که برای این دوست عزیزتون آرزوی کامیابی کردید، اومدید بالا نوشتید انجمنهای مشروطه، چند تا تشکل دیگه میخواهید بسازید، این بماند؟ گامی درست است؟ بعد اومدی وسطش نوشتی پادشاهی، دوم خروس رو قبول کنیم یا قسم حضرت عباس رو، کدوم یکیشو؟ مصاحبه رژیم اینترنشنال در رابطه با دولت آمریکا برنامه حفاظت از مایک پمپو، برایان هوگ و جان بولتون را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این هم از شبکه اینترنشنال که اصلا اونجا ظاهرا خونه شه. این هم از من و تو، پژوهشگر از سفر رافائل گروسی به ایران و شرایط پرونده اتمی. ائتلافی تازه از مخالفان حکومت ایران، جمهوری خواهان دور هم جمع شدن. اینم از بی بی سی فارسی. این پایینم از امین صوفیا مهر، فعال سیاسی مشروطه خواه. مثلا مشروطه خواه، البته درستم میگه ولی نوع مشروطهش معلوم نیست. پیمان کوروش نامی برای رویای مشترک ایرانی ها و اسرائیلیا، از آقای امین صوفیا مهر. عجب. نویسنده امین صوفیا مهر در خیلی کوچیکه، در یکی از روزنامه ها هست خارجی، ولی ببینیم که این آقا چرا نظرش اینه. آقای صوفیا مهر، شما برقراری ارتباط ایران با اسرائیل و رویای ایرانی ها و اسرائیلی ها یاد کردید. اگر شما رویات این هستش که
الان با اسرائیل ارتباط داشته باشید و ارتباطتون برقرار بشه یا بعد از اصلاحات، بهتون گوشزد میکنم که مطمئن باشید در بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی قطعا هم ایران، حکومت پادشاهی در ایران، هم ملت ایران با تمام دول و ملل جهان در ارتباط و دوستی کامل خواهند بود. و امروز با وجود جمهوری اسلامی کسی نه توقع داره و کسی هم رویایی نداره، چون اسرائیل برای ما گاو و گوسفند قربانی نکرده که ما خواسته باشیم رویای ارتباط با اسرائیل داشته باشیم، یا مردم ایران همینطور در احترام و منافع متقابل ما وظیفه‌مونه با تمام کشورها برای رشد و تکامل و شکوفایی و توسعه پایدار در کشورمون ارتباطمون رو برقرار کنیم و در حفظ این ارتباط کوشا باشیم. اما اینکه یک رویایی و با یک همچین کپچری شما بیاید یه متنی رو بنویسید که این همه مطلب بنویسید در رابطه با سفر پادشاه به اسرائیل، واقعا خنده داره. ببینید دوستان، یکی از مشکلات عدیده ما در طول این 44 سال یک جنگ سردیه که مخصوصا رو ذهن مردم ایجاد کردن، وگرنه جمهوری اسلامی و اسرائیل که با هم مشکلی ندارن. اینو ما سالیان سال داریم میگیم، تبور شما شکستیم و ریختیم پایین، فقط هم در رستاخیز سیمرغ جرأت کرد که این کارو بکنه و ما این کارو انجام دادیم. بعد تازه بقیه راه افتادن، یعنی زمانی که من و جناب قاسمی و جناب دکتر مهراد اومدیم این تبر رو شکستیم و حملاتی که به ما شد، کسی باورش نمیشد که ما ایستادگی کنیم و برنامه‌مون رو ادامه بدیم و این تبر رو بشکنیم. و امروز شما میبینید در همه جا دیگه همه صحبت میکنن و نقل مجلسه. اما این که ما فکر کنیم یک همچین شرایطی در طول 44 سال توسط جمهوری اسلامی و اسرائیل ایجاد شده و کسی به عنوان تحلیلگر سیاسی یا روابط بین الملل یا حقوق بین الملل، هر چیزی، به عنوان یک تحلیلگر سیاسی خواسته باشه از سفر پادشاه ما که قطعا میدونید چه پوینت های بسیار بسیار کلیدی توش میتونسته باشه، مثل جلوگیری کردن از حمله نظامی و خیلی موارد دیگه، بیاد استفاده ابزاری بکنه، سفر رو کوچیکش بکنه، بیاره پایین و بگه در رویای برقراری ارتباط بین ایران و اسرائیل. آقای صوفیا مهر، اگر شما واقعا مشروط خواه هستید، اگر فکر میکنید که با گفتن یک جمله شما رو هیچ جا راه نمیدن، مطمئن باش طرفدارانت بیشتر میشن اگر نری تو این رسانه ها. اگر برای امرار معاش نیاز داری به پولی که اینا بهت میدن که بری اونجا 5 دقیقه 10 دقیقه نظراتی رو که اونا میخوان رو بیان بکنی، بیای بیرون و سانسور بکنی خودتو، از شرافتت هزینه کن. حتی اگر شده کارهای سخت‌تر برو انجام بده، اما مردم رو به دردسر ننداز، حداقل نذار رو خودت هم نظر منفی بیاد. اگر واقعا پادشاهی خواهی، اگر واقعا دغدغه ایرانه، هر جایی میری مسابقه میکنی جاویدشا رو بگو. خودتون میدونی تنها رمز پیروزی ما مردم ایران جاویدشاهه. در غیر این صورت از اسم مشروط خواهی یا پادشاهی خواهی استفاده نکنید، این براتون هزینهش در فردای بعد از آزادی خیلی زیاد خواهد بود، نه تنها برای شما، نه تنها برای اعضای گروه ایرانگرا، برای تمام کسانی که از واژه شاهی خواهی برای خودشون یه پوستین درست کردن تا بتونن به اهداف شوم ایران ستیزانشون برسن. اما در گروه ایرانگرا و اندیشکده کوروش کسان دیگه هم هستن
مثلا الهه بقراط. خب الهه بقراط رو من دیگه چی باید بگم؟ کی هستش که نشناستش؟ در کیهان لندن چی کاره هست؟ فعالیتش چیه؟ کارنامهش چیه؟ همه تون میشناسیدش. یا مثلا سعید قاسمی نژاد همینطور، از کجا اومده؟ الان نظرش چیه؟ علیرضا کیانی همینطور. اما در این گروه ایرانگرا یک فرد دیگه هم هست به اسم بابک شکرابی و عرفان قانیفر. یه بیانیه ای نوشتن برای من خیلی جالبه در رابطه با اعلام براءت از بهراد توکلی. چرا جالبه؟ از نقطه آغاز این بیانیه یا پیام به مردم یا هر چیزی که میخواید اسمشو بذارید تا پایان این متنی که نوشته شده، من هزاران سوال از اینا میپرسم. به دلیل اینکه بازم تأکید میکنم ما نمیتونیم هم دم خروس رو ببینیم هم قسم حضرت عباس رو بشنویم و این وسط ندونیم کدوماشو باید باور کنیم. بالاخره باید مردم رو قانع بکنید شما کدوم یکی هستید. بریم اول فکر کنم این بیانیه رو بخونیم با هم دیگه، به مسائلش بپردازیم، بعد ببینیم اون جاویچای آخرش چی میگه به آدم. بریم برگردیم. خدمت هموطنان گرامی، در پاسخ به انتقاد بخشی از هموطنان در رابطه با حضور آقای بهراد توکلی در نخستین نشست پادشاهی خواهان توسط این اندیشکده، لازم می‌دانیم تا توجه شما را به چند نکته جلب کنیم. بفرمایید. یک، زمانی که نشست نخست این اندیشکده انجام می‌شد، سایر امضا کنندگان منشور همبستگی اصرار به ترسیم تصویری برای شاهزاده مبنی بر این که همه جمهوری خواهان از این منشور حمایت می کنند و مخالفان فقط پادشاهی خان تون رو هستند داشتند، در حالی که واقعیت خلاف آن بود. از این رو آقای توکلی به عنوان یکی از جمهوری خواهان مخالف این منشور در آن جلسه حضور پیدا کردند و سخنان ایشان در آن جلسه تبیین کننده همان واقعیت بود. خب چه کسی به شما در اندیشکده کوروش اجازه میده؟ کسی رو دعوت کنید برای سخنرانی در نشست نخستتون که به امید و پادشاه یک ملت توهین کنه، به ایدئولوژی سیاسی یک ملت توهین کنه و شما بگید همون چیزی بود که بود دیگه، دیدید اومد حرفشو زد و رفت. اصلا این کی بود که شما آوردید؟ از کجا روش کرده بود؟ اون شخص یا اون اشخاصی که نظر دادن بهراد توکلی بیاد اونجا سخنرانی بکنه، آیا ویدیوهایی که در زمان قیام منتشر می کرد و دیده بودن یا ندیده بودند؟ اون شخص یا اون اشخاصی که پیشنهاد دادن بهراد توکلی بیاید برای سخنرانی و اون کسانی که تأیید کردند که بیاید برای سخنرانی، آیا ویدیو و اون فراخوان راهپیمایی سکوت میدان راهن تا میدان تجریش در دل قیام 1401 و از آقای بهراد توکلی دیده بودند یا ندیده بودند؟ آیا با توجه به ویدیوهایی که از بهراد توکلی موجوده شما به این جنبندی نرسیده بودید که اصلا این شخص تفکر، نگاه، اندیشه میهن‌پرستانه در قبال ایران نداره، اصلا درک و شعور درستی از مبارزه، از سیاست، از آن چیزی که در حال حاضر و در آینده برای کشور ما خوبه و مناسبش است اصلا نداره، برای چی باید بیاد صحبت بکنه؟ مگه الان در این شرایط، در همین شرایط، یعنی شما دقیقا شدید جمهوری اسلامی و احساس کردید قطع رجاله و هیچ شخص دیگه، چه مرد چه زن، وجود نداره برای سخنرانی کردن که حداقل شعورش برسه به احترام ملت ایران، به پادشاه ایران توهین نکنه، به سامانه پادشاهی توهین نکنه؟ هیچ کسی به غیر از این وجود نداشته برای سخنرانی دعوتش بکنید؟ قطع رجال بوده اینجا؟
یا نه همون فرمول جمهوری اسلامی که بهتون گفته دیکته شده رو دارید اجرا میکنید، هر کسی رو که اونا تایید بکنن رو میخواییم بیارید. چه کسانی بهراد توکلی رو برای این قضیه تایید کردن؟ اینو باید تو این نامه مینوشتید. توسط کدوم افراد تایید شدن؟ چه کسانی پیشنهاد دادن و معرفیش کردن؟ شما هم که این جمهوری اسلامی همش دارید در پوش میذارید که هی دارید میزنید زیر فرش، هی اشتباه زیر فرش که چقدر اشتباه. بریم حالا شماره دوشو بخونیم این نظرشون رو شماره دو چیه. خیلی جالبه. چندی پیش از انجام این نشست آقای توکلی به حضور شاهزاده رسیده بودند و خود را از طرفداران ایشان معرفی می‌کردند. بنابراین ملاک انتخاب ایشان به عنوان مهمان توسط این اندیشکده گفتار و کردار آن روزشان بود. عجب. یعنی شما واقعا در اندیشکده کوروش آقای قانیفرد، آقای شکرابی، آقای آقایون خوشنود، یعنی واقعا با این روش و با این نگرش کار انجام میدید؟ صرف این که یک نفر یک بار بعد از این همه ویدیو که در قیام 1401 داشته یک بار رفته اونجا پیش پادشاه، بعد اعلام کرده که از طرفدارانشه. خیلی از تجزیه طلبا هم الان طرفدار خود شاهزاده هستن، ولی سامانه پادشاهی رو نمیخوان، حکومت پادشاهی رو نمیخوان. فرق این که کسی طرفدار شاهزاده هست با این که طرفدار یک نوع حکومتی به اسم حکومت پادشاهی هست و آیا شما میفهمید یا نمیفهمید؟ بعد چطور شما حتی اگر این فرد ادعا کرده باشه در اون دیداری که داشتن شرف و حضور رسیده بودن برای دیدار با پادشاه، چطور با یک بار باور کردید که این شخص اصلا پادشاهی خواهه؟ یعنی شما کارنامه تصویریشو گذاشتید کنار، روش زبدر قرمز زدید، نادیده گرفتید و یک بار حتی اگر یک بچه هم باشه، در بچه در 12 ساله میتونه بگه آقا شاید این یه بارشو داره دروغ میگه، برنامه یه پروژه‌ای داره. وگرنه امکان نداره این همه برنامه، این همه تخریب قیام، این همه پروژه های انحرافی اجرا کرده، بعد یه حفی بیاد در یک جای بگه فلان شما باور کردید و افکار شما به خاطر همون گفتار و کردارش بود. خیلی از افرادی که اومدن به پادشاه رسیدن، مثل امیر عباس فخرآور، مثل امید نادان، خیلی ها از اراذل اوباش امروزی هستن که سالیان سال دارن بر علیه ایشون صحبت میکنن، حملات تند میکنن، به طرفداران سامانه پادشاهی حمله میکنن. شما چجوری اینو تشخیص ندید؟ وقتی یه همچین چیز ساده ای رو شما نمیتونید تشخیص بدید و یه همچین گپ بزرگی توش در میاد، چطوری میخواید برنامه بدید برای اینکه خب حالا بیاین دست جمعی جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم؟ با این افراد، با این اعضا، از اصولگرا و اصلاح طلب و همه، مگه میشه همچی چیزی؟ بریم بند بعدیش رو دوستان بخونیم برگردیم، همینجوری جالبتر میشه. بند 3. حضور مهمان در هیچ اندیشکده‌ای در هیچ نقطه‌ای از جهان به معنای متحد شدن آن مؤسسه نسبت به رفتار و سخنان آینده مهمانان نیست. بله، اما نسبت اون اندیشکده نسبت به رفتار و سخنان گذشته اون مهمانی که دارن دعوت میکنن که تعهد داره که شما گذشته رو چرا نادیده گرفتید؟ آینده رو ولش کن، در رابطه با گذشتهش چرا صحبت نمیکنید؟ و اگر این مغلطه که این اندیشکده مسئول اشتباهات آتی مهمانانش هست، ذره پشتوانه منطقی داشت، عکس آن نیز صادق می بود و اعتبار کارهای نیک سایر مهمانان نیز در آینده متعلق به این اندیشکده می شد که پروازه هر دو غلط است. یعنی توجیه مسخره تر از این مگه وجود داره که اگر یک مهمانی در یک اندیشکده حضور پیدا بکنه و بعد از دعوتش بره یک کار خوبی بکنه، اون به اسم اندیشکده مگه میتونه تموم بشه؟ بنابراین اگر یه مهمونی هم بیاد بعدش بره یه کار بدی بکنه، یه حرف بدی بزنه، به نام اندیشکده تموم نمیشه. بنابراین جفتش اصلا غلطه. اینو میگن بازی با کلمات،
کاری که آخوندا استادن توش، بازی با کلمات. شما آینده رو گفتم ولش کن، چرا گذشته رو نگاه نکردی؟ چرا این همه ویدیویی که در طول قیام ساخته بود، لایوایی که گذاشته بود، فراخوانهایی که همراه با جوانان محلات تهران و فلان و فلان اجرا کردن که مردم رو بکشونن تو خونه بعد آتیش قیام رو بخوابونن، چرا به اونا توجه نکردید؟ اونا رو که میتونستید ببینید، اون که مربوط به گذشته بود. که شما گذشته کدام یک از این اعضای اندیشکده رو در نظر گرفتید؟ گذشته آقایی، میلاد آقایی، گذشته عرفان قانعی فرد که میاد تو مصاحبه صحبت میکنه، گفتگو میکنه و میگه که من با رفسنجانی و با نمیدونم محسن رضایی و اینا به عنوان پژوهشگر مصاحبه کردم، گفتگو داشتم و اصلا مهم نیستش که کی چی میگه. چرا مهمه؟ خیلی مهمه. تا سال 88 89 که گفتی داشتی میرفتی مصاحبه میکردی، یعنی شما همراه اونها بودی. چرا؟ چون شما برای ورود به ایران مشکل نداشتی. یک. دو، آقای عرفان قانعی فرد وقتی کسی میاد یک همچین متنی رو برای بری جزدن از بهراد توکلی مینویسه و من نوعی میخونم، بعد صحبتهای شما رو اونجا گوش میکنم، دقیقا یاد توجیه جمهوری اسلامی در فاجعه های مختلف میافتم، مثل ساختمون پلاسکو، مثل سانچی، مثل شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، مثل سیل، زلزله، جنگ 8 ساله. خیلی توجیهاتون جمهوری اسلامیانه هست، همتون با هم. سابقه کدوم یکی از اینا بررسی شده؟ گذشته کدام یکی از اینها بررسی شده؟ بر اساس کدام کار خوب گذشته اینها انتخاب شدن و به مردم دارن تحمیلشون میکنن و شما رو دارن تحمیل میکنن؟ شما رو دارن توسط رسانه میکننتون تو رسانه تا مردم باورتون کنن. آقای عرفان قانعی فرد، شما که میای میری میگی که من پژوهشگر تاریخم، چه کسی کار هماهنگی شما رو برای دیدار با رفسنجانی و خامنه‌ای و محسن رضایی یا دیگران مقامات کشوری جمهوری اسلامی انجام میداد در حالی که شما خارج از کشور بودید؟ این کارا توسط کی انجام میشد؟ بعد شما چرا دقیقاً با پرویز ثابتی و مقامات سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی دیدار کردید؟ نقش شما چی بود؟ یعنی آیا نقش پیام رسان هم داشتید یا نه؟ اینکه شما پژوهشگر تاریخ هستید باید یک سندی وجود داشته باشه از مکاتبات شما، برای اینکه از این افراد وقت گرفته باشید، این مکاتباتی رو که انجام دادید وقت گرفتین رو پابلیکش کنید. با هر کدوم از اینایی که مصاحبه کردی، در هر جایی که رفتی سخنرانی کردی، یک سری مکاتبات باید صورت گرفته باشه. یا اونها از شما دعوت کردن یا شما درخواست کردی، هر چی از پابلیکش کنید، در یکی از کتابا منتشر کنید. بازی با کلمات نکنید آقای عرفان قانعی فر. بابک شکرابی خوب میشناسه منو، میدونه با ما نمیتونید از این بازی ها بکنید. ما نسل 57 نیستیم که به همین راحتی بیای 4 تا چرندپرند ببافی که من پژوهشگر تاریخم و با همه مصاحبه میکنم. پس شما مشکلی نداشتی تا سال 88-89 رو میرفتی ایران میومدی؟ بعد چجوری مشکلی نداشتی رفتی مصاحبه کردی اومدی؟ اصلا موضوع مصاحباتت هم در کنار اون مکاتبات وقت گرفتن و اینا منتشر کن. به علاوه این که چطوری شما یه دفعه اومدی شدی پادشاهی خواه؟ از کجا یه دفعه پادشاهی خواه شدی؟ پژوهش تاریخی شما در زمینه چه چیزی بوده که نیاز داشته حتما با هاشمی رفسنجانی بری مصاحبه کنی؟ اونم از آمریکا بلند شی بری اونجا، کسی هم بهت نگه بالا چشه دبرو؟
پس بنابراین نه مشکلی داشتین نه چیزی، روابط حسنه و خوبی هم داشتین، براتون وقتم گرفتن چه از این یکی چه از اون یکی چه از اون یکی، تو جلسات رفتین سخنرانی کردید، اینا رو بیایید برای مردم شفاف بیان کنید. یه متنی رو بابک شکرابی بعد از نشست سومش رو منتشر کرد در خصوص یک سری از همین اتفاقات و اینا. میخوام این متن رو بخونم بعد بریم سراغ یه سری چیزهای دیگه که ببینیم اصلا بابک شکرابی کی بود، از کجا اومد، چی شد چی نشد. بریم این متن رو بخونیم برگردیم. در سومین نشست اندیشکده کوروش بزرگ در UCLA در پاسخ به هموطنی که پرسید موج حملات را چگونه ارزیابی میکنید، گفتم این نشست ها پلتفرمی برای همه پادشاهی خواهان برای ارتقاء سطح گفتمان پادشاهی است و مفتخر به آنیم که میزبان صاحبان اندیشه بودیم. بخشی از منتقدین به این پلتفرم پیوستند و این روند ادامه خواهد داشت. بخشی دیگر از سر رقابت نشست‌های مشابه خواهند گذاشت که آن نیز موجب نزدیکتر شدن صاحبان اندیشه در میان لشکر پادشاهی خواهان و همچنین باعث مسرت ما خواهد شد. بخش سوم عناصر رژیم در پوشش پادشاهی خواه هستند که با بهره‌گیری از کاهلان و جاهلان به حملات خود ادامه خواهند داد، زیرا که راه دیگری ندارند و آن نیز موجب رسوایی بیشترشان خواهد شد. حالا اینجا رو دقت کنید. از دید من و یارانم در این اندیشکده در بازه زمانی بسیار کوتاه‌تر از آنچه پیش بینی کرده بودیم به بخشی از اهداف خود رسیده‌ایم. آقایون و خانمایی که در این اندیشکده هستید، یادتونه در برنامه اول گفتم بابک شکرابی یک فرد بسیار بسیار جاه طلب و یک فردیه که فقط دنبال ریاسته، دنبال دیده شدنه، به دلیل اینکه فقط در قالب ریاست میتونه کارشو اجرا بکنه، برنامه‌هاشو اجرا بکنه. ببینید میگه از دید من و یارانم، دقیقاً عین روح‌الله خمینی، دقیقاً عین روح‌الله خمینی، از دید من و یارانم. خب حالا اون بخشی که از برنامه هاتون به اهدافتون رسیدید چرا برای مردم نمیگید که این نشسته دنبال چه اهدافی بوده؟ بعد اصلا اندیشکده کوروش مگه پادشاهی خواهه؟ شما اسم شاهنشاه کوروش رو آوردید که خرابش بکنید، وگرنه میلاد آقایی که مشخصه کیه. اینم از آقایون خوشنود. رضا پهلوی فراموش کرده که تمام هویتش از پدر و پدر بزرگش هست. اگر برای این دو ابرمرد تاریخ ایران نبود، رضا پهلوی نه شعور نه تحصیلات کافی داره که مردم خوانش باشن. اینو گاهگاه این یادش میره. چه جوری میگید که اندیشکده کوروش دنبال پادشاهی خواهان و انسجام هست؟ چه جوری میگید که بخش دیگری از سر رقابت نشست‌های مشابه خواهند گذاشت که آن نیز موجب نزدیکتر شدن صاحبان اندیشه در میان لشکر پادشاهی خواهان و همچنین باعث مسرت ما خواهد شد؟ الان این آقای خوشنود باعث مسرت شما شد واقعا؟ یا آقای عرفان قانعی فرد یا خودت؟ ببینید دوستان، این بیانیه‌ای که من خوندم برای شما، بند چهارش اینه میگه: در پایان از شما هموطنان گرامی خواهشمندیم، از فضای پرهیجان این چرندیات همون جمهوری اسلامی دیگه، ولی آخرش رو ببینید، زده پاینده ایران جاوید شاه. خب در اون متنی هم که نوشته دائما داره از پادشاهی خواهی صحبت میکنه دیگه. بریم اینجا ببینیم چی پیدا میکنیم. خب بریم اینجا تو بخش انتشاراتشون. ببینید دوستان، این ویدیوهایی که صحبتهایی که کردن دقت کنی لطفا. اینجا مال چند تا گروهه، گروهی که خودشو داره معرفی میکنه به عنوان یک گروه ایرانگرا و یک اندیشکده کوروش، داره میگه ما همه پادشاهی خواه هستی. تنها کسی که پرچم شیر خورشید داره همون کسانی هستن که خوشنودی هستش که به پادشاه حمله کرده.
خود بابک شکرابی فقط یه فرتور از رضا شاه بزرگ گذاشته پشت سرش تو کتابخونه، عرفان قانیفر ندارد، خود بابک شکرابی هم نداره، میلاد آقایی یه دونه پین سینه بعضی وقتا میزنه، خیلی جا هم نمیزنه. نگاه کنید فقط شما ببینید آیا آقای شکرابی، آقای قانیفر، آقای آقایی، اینا اصلا چیزی به اسم پرچم دارن یا این یکی خوشنود چیزی به اسم پرچم داره؟ شما چجوری میگید که پادشاهی خواستید؟ شما از داشتن یه دونه نماد ملی دارید دوری میکنید. فقط این که بگید که پادشاهی خواستید که کفایت نمیکنه. که به پایان این قسمت رسیدیم دوستان، براتون بهترین ها رو آرزو دارم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاویدا تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا برنامه دیگر، بدرود. قسم بر غرش شیران، به گرز رستم دستان، به کردستان و هرمزگان و سیستان، تن صد چاک خوزستان، که جانم فدای خاک ایران.